درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. به گزارش خبرگزاری NPR از واشنگتن دی سی، در حالی که جهان شاهد فعالیت‌های گسترده و مستمر شاهزاده رضا پهلوی در سال 2023 بوده است، تحلیلگران بر این باورند که برای دستیابی به هدف براندازی در ایران، ایشان باید اقدامات خاصی را به طور ویژه انجام دهند. بر اساس این تحلیل ها، این فعالیت ها شامل چندین بخش مهم است. نخست اینکه شاهزاده باید حمایت مستقیم و فوری از اعتراضات داخلی در ایران را در دستور کار خود قرار دهد. این امر می تواند از طریق بیانیه های علنی بیشتر، پشتیبانی مالی و تبلیغاتی صورت بگیرد. خبرگزاری NPR نوشته است که اگرچه که شاهزاده رضا پهلوی تا کنون در این راستا رایزنی هایی انجام داده است و قدم هایی برداشته است، اما تا کنون نتیجه عملی این اقدامات محقق نشده است و سال 2024 میلادی میتواند سالی باشد که مردم نتیجه اقدامات گسترده شاهزاده رضا پهلوی را به چشم ببینند. مورد دیگر توجه به VPN ها است. توجه ویژه به پشتیبانی از شرکت‌های فناوری اروپایی برای ارائه خدمات اینترنتی به مردم ایران برای دور زدن فیلترینگ و سانسور گسترده اینترنت میتواند یکی از مهمترین اقدامات شاهزاده رضا پهلوی باشد. به نوشته این خبرگزاری، شاید لازم نباشد که کار زیادی انجام شود. تنها کافی است که به مردم این توانایی داده شود که به جریان آزاد اطلاعات در اینترنت دست پیدا کنند. آنها خودشان راه خودشان که براندازی است را پیدا خواهند کرد. مورد سوم، فشار بیشتر ایشان بر مجامع بین المللی و اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های فلج کننده علیه مقامات حکومتی جمهوری اسلامی است. مورد چهارم این است که شاهزاده باید امر فراخواندن سفیران اروپا از ایران را به طور جدی دنبال کند تا به عنوان یک اعتراض نمادین به سرکوب‌های دولتی و همبستگی با مردم ایران عمل کند. خبرگزاری NPR آمریکا گفته است که این اقدامات به نظر می‌رسد که می‌تواند در راستای تقویت موقعیت شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک چهره تأثیرگذار در تحولات ایران بسیار مهم باشد. تحلیلگران بر این باورند که این استراتژی‌ها می‌توانند در بلند مدت به تغییرات مهم ساختاری در سیاست و اجتماع ایران منجر شوند. این خبرگزاری در ادامه بر اساس مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با ویلکین در فاکس نیوز، روشی که وی برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند را شامل چند جنبه کلیدی می‌داند که آنها را در موارد زیر خلاصه می‌کند. مورد اول، توجه به نقش رژیم جمهوری اسلامی در جنگ‌های نیابتی و تأثیر منفی مماشات کشورهای غربی با جمهوری اسلامی است. این خبرگزاری می‌نویسد که شاهزاده رضا پهلوی همواره تأکید دارد که رژیم جمهوری اسلامی در جنگ‌های نیابتی مهارت دارد و اینکه مماشات بین‌المللی تنها این رژیم را گستاخ‌تر کرده است، یک دلیل واضح برای دول غربی است که از طریق آن می‌توانند اقدامات محدود کننده بیشتری را علیه جمهوری اسلامی ترتیب دهند. مورد دیگر، درک عمیق ضعف داخلی رژیم جمهوری اسلامی است که شاهزاده رضا پهلوی به آن اشاره کرده است. شاهزاده همواره اشاره می کند که بسیاری از اقدامات رژیم جمهوری اسلامی نشان دهنده ضعف و ناامیدی داخلی در میان سران این رژیم است و این نکته می تواند به عنوان یک فرصت برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی مد نظر و مورد استفاده قرار بگیرد. شاهزاده همچنین به وضعیت دشوار مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران اشاره کرده است و پیشنهاد می‌دهد که جامعه بین المللی با استفاده از اهرم‌هایی که از حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها دفاع می‌کنند به جمهوری اسلامی فشار بیاورند. همچنین حمایت از ارزش‌های دموکراتیک مردم ایران از دیگر مواردی است که شاهزاده رضا پهلوی به دنبال آن است. خبرگزاری NPR میگوید که شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرده است که مردم ایران ارزش‌هایی را دفاع می‌کنند که همخوان با ارزش‌های جهان آزاد و دموکراتیک است. او بر این باور است که جامعه بین‌المللی باید
حمایت حداکثری خود را از مردم ایران در این راستا اعلام کند، به جای اینکه وقت خود را صرف مذاکره با رژیم می‌کند که به گروگانگیری و باج‌خواهی معروف است و به اینها متوسل می‌شود. تحلیلگران در واشنگتن دی سی می‌گویند که شاهزاده رضا پهلوی در نهایت و به ویژه خواستار یک رویکرد فعال‌تر و قاطع‌تر از سوی جامعه بین‌المللی در قبال رژیم جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی است. اما تحلیلگران NPR این را کافی نمی‌دانند و می‌گویند که شاهزاده پهلوی اگر می‌خواهد به مردم ایران کمک بیشتری کند، شاید وقت آن رسیده باشد که تعارف را کنار بگذارد و مانند یک رهبر مردم را به خیابان‌ها فرا بخواند، بیانیه‌های بیشتری بدهد و مردم را برای مبارزات مدنی بیشتری آماده کند. کارشناسان مجله NPR میگویند که شاهزاده رضا پهلوی بارها تأکید کرده است که گذار به دموکراسی در ایران را یک امکان نمی‌داند، بلکه آن را یک واقعیت می‌داند و میگوید که مردم ایران به خوبی می‌دانند که چه چیزی را نمی‌خواهند و در حال حاضر می‌دانند که چه می‌خواهند و آن یک ایران سکولار و دموکراتیک است. NPR میگوید که به هر حال در ایران هنوز نیم قرن هم از انقلاب نگذشته است. باید کمی صبر داشت. مردم ایران از انقلاب خسته شدند و حالا در حال بازیابی توان خود برای انقلابی دیگر هستند. انقلابی که شاهزاده رضا پهلوی میتواند یک نقش کلیدی در آن ایفا کند. خبرگزاری NPR گزارش خود را با این بخش از گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی در مورد دیدگاه‌های نسل جوان ایران به پایان می‌برد. نسل‌هایی که پس از وقوع انقلاب ننگین 57 و در دهه‌های بعدی متولد شده‌اند و به دنبال آزادی‌هایی هستند که پیش از این انقلاب در ایران وجود داشت. NPR می‌گوید که شاهزاده رضا پهلوی بارها با اشاره به دگرگونی‌های اساسی در بطن جامعه ایران گفته است که مردم ایران برای داشتن آینده‌ای دموکراتیک حالا دیگر آماده شدند. نسل جوانتر در ایران از پدران و مادرانشان شنیدند که ایران قبل از انقلاب چه شرایطی داشت. آنچه در آن روز وجود داشت اکنون الگوی جوانها است. رژیم دو سه دهه شانس اصلاح شرایط را داشت، اما موفق نشد و ثابت کرد که اصلاح شدنی نیست و حالا مردم به این نتیجه قطعی رسیدند که این رژیم به هیچ وجه نمیتواند ایران را اداره کند. اصلاح پذیر نیست و مایه نابودی ایران است و راهکار نهایی گذار از جمهوری اسلامی است. تا وقتی این حکومت در ایران حاکم است، ما نمیتوانیم به هیچ کدام از خواسته های خود برای داشتن آینده بهتر برسیم. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.